د ایرون سهار استډیو ته راوګرځیدو د خبرونه په دې برخه کې د کلیو پراختیا وزارت د ولسی تړون د مطبوعاتو د برخې مسول په خبرونه کې له ما سره میلمه دی ښاغلی بکتاش مصور په کول کې په ولسی تړون باندې خبرې اترې کوو چې دغه ولسی تړون پروګرام چیرته رسیدلی په دومره وخت کې دوی څومره لاسته راوړنې درلودې په کوم ولایتونو او ولسوالیو کې فعالیت لري څومره ګټور تمام شوی د خلکو لپاره څومره کاري زمینه سازي کړې ده خیلی خوش آمدین آقای مصور صبح بخیر عرض سلام و ادب صبح شما بخیر صبح همکارای تکنیکی شما بخیر سلام خدمت همه تمام شاکنده های برنامه زیبای شما علیکم سلام ممنونتون از اینکه تشریف آوردین آقای مصور شروع از خود برنامه ولسی تړون یا هماهنگی که بین مردم وجود داره یا پروگرام که بخاطر مردم است میکنیم چقدر وقت میشه از این برنامه؟ تشکر سوال شما برنامه ملی میثاق شهروندی یا دولسی ترون ملی پروگرام یکی از برنامه های دارای اولویت حکومت افغانستان است که برای 10 سالی دیزاین شده در 3 مرحله قرار است تطبیق شود ما در مرحله اول از این برنامه قرار داریم که از سال 2017 به این سو آغاز شده و تا سال 2022 بخیر مرحله اولش به اتمام میرسم به پایان میرسم یک برنامه همشمول است که در سراسر افغانستان در 34 ولایت 123 ولسوالی فعلا یعنی 1/3 افغانستان در مرحله اول از این برنامه تحت پوشش قرار دادیم من گونه که شما میدانین این برنامه به هدف کاهش فقر به هدف بلند بردن ظرفیت حکومتداری محلی توسط شوراهای انکشافی قریه ها به همین رقم نزدیک ساختن قریه ها با شهرها و ایجاد اتحاد بین مردم ها در سطح روستا ایجاد شده در 123 ولسوالی گفتین برنامه اولش تطبیق شده تصمیم دارین که بخیر به ولسوالی های دیگه هم بره؟ بله در مدت 10 سال انشاءالله که عمر کلی از این برنامه است هدف ما این است که تمام ولسوالی های افغانستان تحت پوشش قرار بدیم و انشاءالله به تدریج ما به این هدف خود میرسیم و تنها نیست نتمن نهادهای بین المللی ها میتونست کسایی که در راستا کمکتون میکنه بله برنامه میثاق شهروندی در سطح روستا یا دهات توسط وزارت ایها و انکشاف دهات تطبیق میشه در سطح شهرها توسط معینیت شاروالی اداره مستقل ارگانهای محل تطبیق میشه شرکای کاری ما یا شرکای که ما را در قسمت تطبیق از برنامه همکاری میکنن در قسمت هماهنگی بودیجه و مسائل مالی وزارت محترم مالی هستند همچنان وزارت معارف وزارت صحت و وزارت زراعت از دیگه پارتنرهای ما هستند در تطبیق از این پا دی هیله چه با همکاران مرده زیاد چه با گتاور تمام شیم خاقل مصابر سمرا پراوانی یا سمرا برنامه دی پا دقا پروژه که او لاستراولین پا کم برخه که دی تردید اما تشکر زیاد برنامه ملی میثاق شهروندی اساسا در 4 سکتور ما کار میکنیم که عبارت از دسترسی به آب آشامیدنی صحی است پروژه های آبیاری زراعتی است پروژه های برق است و همچنین پروژه های ترانسپورت یا اعمار سرک های درجه سیوم در سطح روستا ها است در کنار از این چند پروگرام کلان ملی دیگر هم مسئولیت تطبیقش برنامه ما به عهده داره که از او جمله برنامه دسترخان ملی است برنامه اقرا است که از طریق از او ما مکاتب را می سازیم برنامه پروژه های حمایت حمایوی از قریه از تحت چتر کاسا یک هزار است برنامه MCCG یا وجه نقدی برای حفظ و مراقبت و ایمار است بسر. و در کنار از او برنامه انکشاف کوچی ها این سایر فعالیت هایی است که تحت برنامه میثاق شهروندی تطبیق میشه در کل تا فعلا ما تانستیم که طی 3 سال گذشته بیش از 6000 پروژه را ما در سراسر افغانستان تطبیق کنیم که به جزئیاتش میشه باز بپردازیم درست است
وقت به قریه ها میرین، همکارایی که در این مورد همراهتان هماهنگی دارن همکاری میکنن، حتما او اولویت بندی میشه کارا، مثلا در یک روستا مردم به چی بیشتر نیاز داره، روی از او کار صورت میگیره یا نه امی مورد را که یادآور شدین در یک روستا امی کل مورد تطبیق میشه؟ دقیقا در دو بود ما بگذارید وضاحت بتم کار میکنیم. بخش اول از این برنامه میثاق شهروندی بخش اجتماعی برنامه است که ما در این بخش شورای انکشافی قریه ها را ایجاد میکنیم که تا فعلا در حدود 13,000 قریه ما شورای انکشافی قریه را ایجاد کردیم به همکاری وزارت انکشاف دهات. دقیق تحت چتر وزارت یا انکشاف دهات در سطح روستا. البته وقت شورا ایجاد شد با اینا یک سلسله از تمرینای آگاهی دهی را ما تطبیق میکنیم یا کار میکنیم که اونا نقش و مسئولیتای خود در سطح قریه بدانن. بعدا پلان انکشافی قریه خود اینا میسازن، هر قریه پلان انکشافی قریه را میسازه و به اساس پلان انکشافی قریه خود اینا اولویت بندی میکنن. امی چهار سکتور را که من گفتم در چهار بخش که ما کار میکنیم اولویت میتن که آیا اولویت درجه یک و دو، دوی از یا دسترسی به مثلا آب آشامیدنی است، سرک است میخواین برق داشته باشن یا یک کانال زراعتی، دیوار محافظوی، کدام پروژه بر از اینا اولویت داره و بسیار مهم است به اساس تقاضا و اولویت خودشان درجه بندی میکنن. باز از چهار سکتور ما در هر قریه دو پروژه را تمویل مالی و حمایت تکنیکی میکنیم. یعنی ولی از این دو پروژه یک پروژه از این که دسترسی به آب آشامیدنی سی است، شما میدانید که دسترسی به آب آشامیدنی سی یک موزله که الان در سطح افغانستان است تا اکنون هم ای ضروری است که یک پروژه از این اگر اینا آب آشامیدنی سی نداشته باشن پروژه آب دسترسی به آب آشامیدنی جا بگیرن و یک پروژه دیگه سه سکتور دیگه اینا میتن. یعنی در کل روال تطبیق برنامه به اساس نیازمندی و اولویت مردم خود مردم است. اگه قرار باشه مردم از شد زیاد بر هر چهار بخش داشته باشم، هر چهار بخش بودجیش با شما تمویل میکنین یا نه در برنامه میثاق شهروندی مردم هم همکار هستن در بعض بخش ها، مردم هم حمایت مالی میکنن شما را؟ بله مطابق پالیسی برنامه ما فعلا دو اجرای دو پروژه را با هر قریه بودجه و امکاناتش داریم، شما میپردازیم ما میپردازیم. ولی شورای انکشافی قریه هدفش تنها این نیست که با برنامه میثاق شهروندی کار کنه. وقتی شورای انکشافی قریه ایجاد میشه اینا میتونن با تمام وزارتخانه، نهادهای زیردخل، موسسات اینا کار بکنن و پروژه های گذشته از این چهار بخش تا میتونن دیگه پروژه ها رو در سطح قریه خود اینا تطبیق کنن. من مورا قم اشاره کردم که دیگه پارتنرهای ما مثل وزارت زراعت، وزارت صحت، وزارت محترم معارف اینا در این سکتور ها هم میتونن با این وزارت خانه کار بکنن و پروژه های دیگه رو تطبیق بکنن. خب در قسمت میثاق شهروندی دو پروژه رو ما میتونیم با هر شورا کار بکنیم، حمایت مالی و تخنیکی برای اجرا شوه. از برنامه دسترخوان ملی یاد آوردین، خیلی مردم منتظر هستن که می بخیر شروع شوه، جزئیات تازه چی است، بخیر چی وقت شروع خواهد شد؟ تشکر زیاد. واقعا که ما همیشه با این سوال مواجه هستم، من میخوایم یک کمک وضاحت دهی در مورد این برنامه ارائه بکنم. این است که برنامه دسترخوان ملی هم یک برنامه است که در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد. اطمینان میتیم که بیش از 90% مردم تحت پوشش قرار خواهد داد، ولی با در نظر داشت امکانات تکنیکی و شرایط موجود در کشور این برنامه به صورت تدریجی تطبیق خواهد شد. مردم از مردم میخواهیم که حوصله‌مندی داشته باشند، به خاطر از اینکه شما میفهمین که ما امی برنامه دسترخوان ملی تنها مسئله توزیع نیست، ما چندین مرحله را پشت سر سپری میکنیم تا به اصل توزیع میرسیم. مثلا در هر قریه که ما مدرایم آگاهی دهی میکنیم در مورد دسترخوان ملی، در مورد ویروس کرونا، در مورد چگونگی جلوگیری یا به اصطلاح کدام
کارار اینا انجام بتن که از شیوعی بیشتر از این مرض جلوگیری شود. کمیته های رضاکار ایجاد میشه، لست مستحقین ترتیب میشه، این لست با ما شریک ساخته میشه، پول به اساس از او به حساب شورا انتقال پیدا میکنه تا ای که خریداری صورت میگیره و توزیع صورت میگیره. شما ببینید این یک پروسه است که اجرا میشه که با در نظر داشت توانمندی حکومت در قسمت تطبیق ازی ما از همشهریان خود میخواییم که چی باشن، حوصله داشته باشن. در سطح روستا و در سطح شهرها، در سطح روستا بازم تطبیق کننده ازی وزارت یا انکشاف دهات است، در سطح شهرها معاونیت شهروالی اداره محترم مستقل ارگانهای محل است و در سطح نواحی شهر کابل شهروالی کابل برنامه را تطبیق میکنه که به زودی تا جایی که من اطلاعات دارم در قسمت شهر کابل شروع خواهد شد، ولی در سطح شهرهای دیگه و همچنان روستاهای برنامه شروع شده، عملا جریان داره. تا می دیروز که من ارقام آمار گرفتم در سراسر افغانستان در بیش از 6200 قریه ما توزیع داشتیم، حدود 8,19,000 فامیل کمکار مستفید شدن و این سلسله جریان داره. انشاءالله تعالی ما تعهد داریم که برنامه را بر تمام مردم تطبیق کنیم. پروسه ملی ساقه مصور اگه یک کس نخواهد بگیره، مثلا همکارانتان چند قبل میگشتن به خانه ها، خیلی دوستا بر ما یادآور شدن که ما تو جهارم رفتیم که خود خانواده یادآور شدن ما نیاز نداریم نمیگیریم. چطور می شفافیت مراد میشه؟ مو کسی که نمیگیره باز حساب از او چطور میشه؟ با خانواده مستحق دیگه توزیع میشه یا میتونن می خانواده بگیرن باز خودشان خانواده مستحق پیدا کنن ببرن توزیع کنن؟ تشکر. شما ببینین برنامه رو من رقم گفتم ده بیش از 90% مردم مستفید خواهد شد. تاثیرات بعد ویروس کرونا در کشور ها متاسفانه سبب شد که یک تعداد زیادی از مردم وظیف خود از دست بتن و ضرورت پیدا کنن به این کمک ها. ما در سطح قریه ها یک تحلیل را در سطح قریه هایی که کار کردیم البته اجرا کردیم که به اساس از اون تحلیل خانواده ها یا باشنده های هر قریه به چهار کتگوری تقسیم شدن که خانواده های متمول یا دارا هستند، خانواده های متوسط، خانواده های فقیر و خانواده های بسیار فقیر هستند. در برنامه میثاق شهروندی هدف ما همی تمرکز روی دو طبقه دو آخری است که فقیر و بسیار فقیر، ولی به دلیل همو تاثیرات بعد اقتصادی کرونا طبقه متوسط هم شامل دسترخان ملی است. اینال پروسه قسمی است که مستقیم از طرف خود مردم معرفی میشه، برعکس بسیاری از برنامه های دیگه که در گذشته تطبیق شده که خانواده مستقیم توسط مقامات حکومتی تشخیص شدن، این برنامه توسط خود مردم اجرا میشه، توسط مردم مشخص میشه خانواده نیازمند، ولی یک سلسله از ویژگی ها وجود داره که ما تشخیص بتیم کدام خانواده دارا است. مثلا دارای خانه هستن، دارای زمین زیاد هستن، دارای مالداری هستن، موتر دارن، کار میکنن در موسسات دولتی و غیر دولتی و عاید دارن که زندگی خود به اصطلاح اینا میتونن به پیش ببرن، اینا خارج میشن با اساس از این برنامه. و یک تعداد کسای دیگه که از دید مسائل اخلاقی، مثلا یک کس نمیخواد که میفهمه که من دارا هستم نمیگیرم امی چی را، ای هم کلان خدمتی است که باز بگونی است که ما در بعضی از قریه‌ها در بعضی از مناطق ممکن که 70% 60% مردم مستحق باشن، ولی در جای دیگه هست که شاید 99% 100% مردم مستحق باشن. اینال اینی یک کمک کلان از بجایی که واقعا مستحق هستن خود در صورت که حق حقدار برسن. انشاءالله ما مطمئن هستیم چون ما به مردم خود اطمینان داریم که اینا کسای را انتخاب میکنن. شما ببینید در پروسا کسای هستن که مورد اعتماد هم اگه ما هستن دخیل هستن، مثلا جوانان هستن، نه؟ و جوانان همیشه حرف ازی میزنن که شفافیت چطور تطبیق شود، حساب دی چطور باشه. معلم صاحبا هستن در قریه
عضو کمیته امی کمیته ای که شناسایی میکنه مردم مستحق ملا امامان مساجد هستند. اینی مردم های محترمی که در سطح قریه ها و به اصطلاح محلات وجود دارن، نقش بسیار مهم و بارز را در تطبیق شفاف از این برنامه دارن و ما خواهش میکنیم که وقت مسئولیت میره به دوش خود مردم، خب مستحق اصلی را اینا انتخاب بکنن و نگذارن کسی که مستحق نیست بر از او توزیع شد، تا ما بتانیم اون هدف که داریم که 90 تا 92% مردم مستحق برش کمک را برسانیم به اون هدف خود برسیم. انشاءالله چه ولس همکاری ولری په دغه برخه کې له تاسو سره او هغه کسان دوی را پیدا که معرفي که چه هغوی واقعا ضرورت لري. ښاغلی مصور، د ولسي تړون برنامه څومره ګټور تمام شوی د خلکو لپاره؟ څومره دوی راضي دي له دغه برنامې نه او تر څنګ یې څومره خلکو ته د کار زمینه تشکر. یکی از اهداف از این برنامه در کنار انکشاف دهات ایجاد کار دقیقا است. در قریه که ما پروژه را تطبیق میکنیم، کوشش عظمی امی است که از طبقه فقیر و بسیار فقیر که بیشتر ما تشریح کردم، در پروژه در قسمت ایجاد کار بر از اینا فراهم شود. تا کنون اون رقم که گفتم بیش از 6000 پروژه در کل زیر چتر برنامه ملی میثاق شهروندی تطبیق شده که آمار ارقام ما نشان میده که در حدود 9 میلیون روز کاری بر مردم ایجاد شده. از سوی دیگر برنامه های یا پروژه های ما که در بخش آبیاری تطبیق شده، بیش از 99,50,000 جریب زمین تحت آبیاری قرار داده. پروژه های آب آشامیدنی ما سبب شده که بیش از 2 میلیون نفر در افغانستان با آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کنند. به می ترتیب در بخش ترانسپورت ما بیش از 446 کیلومتر سرک ساختیم. به می ترتیب 149 متر پل و پلچک و پلای کانکریتی و این مسائل ما اعمار کردیم. در قسمت مکاتب که من پیشتر اشاره کردم زیر چتر برنامه اقرا، تا فعلا 823 مکتب ما تکمیل کردیم. حدود بیش از 750 مکتب به وزارت محترم معارف رسما تسلیم داده شد در چند ماه گذشته و این سبب شده که حدود 1 میلیون شاگرد به یک فضای مناسب تعلیمی و تحصیلی دسترسی پیدا کرده. ای باقی انالیز، با چالش ها مواجه هستین، با مشکلات هم روبرو هستین و خیلی کوتاه به پلان های آینده اشاره داشته باشین، کدام پروژه ها تحت تطبیق قرار داره؟ تشکر. طبیعی است وقتی در افغانستان ما و شما کار میکنیم مشکلات چالش ها وجود می داشته باشه، از جمله یکی از اون مشکلات ناامنی است. ما شما میبینیم که اخیرا متاسفانه در گوشه و کنار افغانستان عزیز ما و شما جنگ جریان داره که یک عامل بسیار کلان فرارای تطبیق پروژه های ما است و به می خاطر ما همیشه صدا میکنیم سر مردم که پروژه ها پروژه های عامل منفعه است، پروژه های مردمی است. این پروژه به اونو طبقه فقیر بسیار فقیره که ممکن بعض هایشان نان خوردن خدا نداشته باشند، در یک فضای بسیار گرم و در زمستان سرد زندگی کنند. بگذاریم که ما کار خدا بکنیم و بر از اینا به اصطلاح چه کنیم و با امید یک صلح سراسری همیشه همه ما و شما منیسی باشیم رای از این کشور هستیم که بخیر امنیت بیا و ما بتانیم که هر کدام ما در سکتور و در بخش خود خدمت رسانی بکنیم. اولویت های کاری ما به اساس فیز اول از این برنامه بازم همی 4 سکتور است که ما بتانیم پروژه هایی را که فعلا 5000 پروژه دیگر زیر کار است این پروژه را تطبیق بکنیم. ما یک برنامه دیگه در ارتباط به مبارزه با عوامل خشکسالی داریم که بدبختانه امسال بازم با یک خشکسالی در بعض مناطق افغانستان
مواجه هستیم که چطور بتانیم بر از اونا رسیدگی کنیم. 500 باب مکتب دیگر در پلان داریم که زیر چتر بودجه سعودی او را می خواهیم در عبدالولد باقی مانده. ما اکنون در عبدالولد کار مکتب سازی ما جریان داره، سریخ اقرا این مکاتب را بخیر تکمیل بکنیم. دسترخان ملی که یک برنامه بسیار مهم است بخیری را به پایه اکمال برسانیم و همی در کل اولویت های ما داریم. انشاءالله که بخیر موفق شوین. تشکر. و شاید صلح آرامی باشیم که همه پروژه بخیر تطبیق شد و مردم راحت زندگی کنند. انشاءالله. بسیار زیاد تشکر. ممنونتان. زنده باشید. تشکر از اینکه ما را دارید. تسنم منه نه چه تردید ملمان سر استیز بدم او کم تسخ کال سندر او گوری بیرتر اگرز و خب بیا همیاد و نکامه چه کوشش وکړئ چې کله چې دغه سې پروګرامونه خصوصا د ولس لپاره تطبیق کیږي ستاسو په سیمه کې همکار پات شي تر څو دغه پروژې په ښه شکل سره تطبیق شي. بیا هم یادونه کوم چې په دې وروستیو ورځو کې د اوبو د برخه کې واقعا له ستونزو سره مخامخ یاستو. گزارشونه تر تاسو پورې رسیږي. د اوبو په مصرف کې سپما وکړئ، بې ځایه اسراف مه کوئ. که واس او توانایی لري کولی شئ زموږ په هغو سیمو کې چې هېوادوال مو له ستونزو سره مخامخ دي د اوبو په برخه کې له هغوی سره همکار پات شئ.